سرخط خبرها. گام تازه دولت افغانستان برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی. حکومت پرونده انس حقانی و حافظ رشید را به دادگاه جهانی لاهور فرستاد. تا به محکمه نشان بده که ما توانایی و رسیدگی به دوسیه‌های پیچیده مثل انس حقانی را داریم و نیاز نیست که شما بیاین اینجا. ما خودمون رسیدگی می‌کنیم. تلاش ها برای آغاز کار پروژه کاسا 1000. افغانستان شاید تا 4 سال دیگر نیاز داخلیش در تولید برق را برطرف کند. حزب اسلامی از تلاش به هدف اجماع تمامی حزب ها تا مخالفت با تصمیم تازه ناتو. حکمتیار با افزایش سربازان ناتو در کشور به کدام را چنگ خواهد زد؟ نیروهای بیشتر به افغانستان نه تنها حلال مشکلات ما نیست، بلکه مشکلات را بیشتر. و هشدار تازه واشنگتن به پیونگیانگ. دونالد ترامپ میگوید امریکا گزینه های جدی تری بر ضد کره شمالی روی دست دارد. به نام خدا، سلام بر شما. به خبر 5:30 خوش آمدید. من درخشان صدقی هستم. حکومت افغانستان پرونده انس حقانی و حافظ رشید از فرماندهان ارشد شبکه حقانی را به دادگاه بین‌المللی لاهور فرستاده است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید حکومت افغانستان 16 پرونده جنایت‌های جنگی را به دادگاه لاهور سپرده، اما معلومات درباره 14 پرونده دیگر را در اختیار ندارد. از سوی هم دادستان دادگاه بین‌المللی لاهور اعلام کرده است که با ارائه اطلاعات جدید از سوی حکومت افغانستان روند بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان به تأخیر روبرو شده است، اما مقام‌های حکومتی نخواستند در این مورد صحبت کنند. بشیر احمد قاسمی با جزئیات بیشتر. جنایت جنگی. سال‌هاست که سخن از جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در افغانستان زده می‌شود، ولی هیچ فرد تاکنون به اتهام جنایت‌های جنگی از سوی دادگاه با صلاحیت ملی و بین‌المللی مورد پیگرد قرار نگرفته است. در تازه‌ترین مورد، شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش کرده است که حکومت افغانستان 16 پرونده جنایت‌های جنگی را به دادگاه بین‌المللی لاهور فرستاده که در میان آنها پرونده‌های انس حقانی و حافظ رشید از رهبران شبکه حقانی نیز وجود دارد. محکمه بین‌المللی جزایی دوسیه انس حقانی را به خاطر نگرفته که او را بررسی کند، بلکه حکومت افغانستان این دوسیه را به محکمه روان کرده تا به محکمه نشان بده که ما توانایی رسیدگی به دوسیه های پیچیده مثل انس حقانی را داریم و نیاز نیست که شما بیاین اینجا، ما خودمون رسیدگی میکنیم. همزمان با این، یک دادستان دادگاه بین المللی لاهور گفته است که با فرستادن اطلاعات تازه تصمیم گیری درباره آغاز رسمی بررسی های این دادگاه در مورد جنایات جنگی در افغانستان با تأخیر روبرو شده است. بررسی های دادگاه بین المللی لاهور شامل اتهامات می شود که پس از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته است. حکومت افغانستان معلومات جدید فراوانی را ارسال کرده است که در تصمیم گیری پیرامون آغاز تحقیقات اثر گذاشته است. همزمان با این گزارش ها می رساند که نهادهای مدافع حقوق بشر صدها اسناد تصویری در پیوند به جنایت های جنگی در افغانستان را در اختیار دارند. ما تانستیم که بیشتر از 10,000 قطعه عکس جمع آوری کنیم و با این فامیلا که بعد از سال 2003 رابطه داشته باشیم. در تازه ترین مورد، گلبدین حکمتیار گفته است هر کسی که مرتکب جنایت جنگی شده است باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. خوب است این مسائل از طریق یک محکمه افغانی پیگیری شد، محکمه معتبر که قادر به تنفیذ فیصله های خودم باش. تا زمانی که ما یک حکومت نیرومند نداشته باشیم، یک محکمه معتبر و در رأسش یک قاضی عادل و جری، متقی، خداترس، دارای صلاحیت کامل،
این مسائل فقط در شعار باقی خواهد ماند. شبکه تحلیلگران افغانستان باور دارد که حکومت با فرستادن پرونده های جنایت های جنگی خواسته است از آمدن پژوهشگران دادگاه بین المللی لاحق جلوگیری کند و همچنان نشان دهد که نهادهای عدلی و قضایی توان بررسی پرونده های جنایت های جنگی را دارد. حکومت افغانستان در این بار ابراز نظر نکرده است. پروژه تاپی امنیت و ثبات را در منطقه به ویژه در افغانستان برقرار خواهد کرد. وزارت امور خارجه در نشست نقش پروژه تاپی در انکشاف اقتصادی افغانستان و منطقه میگوید که حمایت مردم در اجرای پروژه تاپی نقش اساسی دارد. رئیس بورد پروژه تاپی موفقیت این پروژه را وابسته به عملکرد حکومت وحدت ملی در تامین امنیت مسیر پایپلاین گاز در خاک افغانستان میداند و میگوید که تا یک سال دیگر انتقال پایپلاین گاز به مرز افغانستان خواهد رسید. شما و گزارش از تمیم شهیر. نشست به هدف ارزیابی پیشرفت کار پروژه تاپی در کابل. چهار کشور دخیل در این پروژه و شمار از کشورها و نهادهای دیگر برای فهمیدن اهمیت پروژه تاپی و پیشرفت کاران در اینجا جمع شدند. وزارت امور خارجه می گوید که در اجرای پروژه انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند، مردم به ویژه روستاهایی که این پروژه از آن می‌گذرد نقش اساسی دارند. بدون شک حمایت مردم، مخصوصا ولایاتی که در مسیر تاپی قرار دارند، در اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه نقش مهمی خواهند داشت و من مطمئنم که با تعهد دولت و مردم ما و همکاری دوستان و همکاران منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله کشورهای شامل در این پروژه به زودی شاهد تکمیل و تاثیرات ملموس آن بر اقتصاد، امنیت و ثبات منطقه خواهیم بود. وزارت معادن و پترولیم عملی شدن پروژه تاپی را در رشد اقتصاد کشور و کاهش نرخ بیکاری اثرگذار می داند. پروژه تاپی به ما کمک می کند تا نیازهای انرژی خود را تأمین کنیم و افزون بران عملی شدن این پروژه رشد اقتصادی را در افغانستان به بار خواهد آورد و به مردم زمینه کار فراهم خواهد شد. ترکمنستان تمامی کارهای مهندسی و مطالعات فنی پروژه تاپی را تکمیل کرده است و کار عملی آن نیز در این کشور پیشرفت زیادی داشته است. رئیس بورد پروژه تاپی می گوید که این پروژه در حفظ و ثبات سیاسی منطقه نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. موفقیت پروژه تاپی به عملکرد موفقانه حکومت افغانستان به ویژه در بخش امنیتی و فنی بستگی دارد. همچنان آگاهی دهی مردم برای مفید بودن این پروژه خیلی مهم است. هنوز کارهای عملی حتی مطالعات فنی پروژه تاپی در افغانستان آغاز نشده است. اما پیش از پیش بخش خصوصی از دولت می خواهد که قراردادهای این پروژه را به سرمایه گذاران داخلی واگذار کند. تمام قراردادها و تمام خدمات در اختیار سکتور خصوصی افغانستان قرار بگیرند. از یک طرف سکتور خصوصی افغانستان با اراضی بلد است، از طرف دیگر با مردم زبان مشترک دارند، بسیار به آسانی میتوانند که این پروژه را اکمال بکنند و بسیار با یک مصرف کم چیز میشه و از طرف دیگر فرصت پیدا میشه برای سرمایه‌دار داخلی ما که در اینجا سرمایه گذاری بکنند. قرار است 33 میلیارد متر مکعب گاز از راه پروژه تاپی به افغانستان، پاکستان و هند انتقال یابد و انتظار می رود تا سال 2020 میلادی این پروژه تکمیل شود. همزمان با این رئیس جمهور غنی در دومین نشست سران کشورهای پروژه کاسا 1000 می گوید که افغانستان در 4 سال آینده نیاز داخلیش را در تولید برق برطرف خواهد کرد. در این نشست سران کشورهای قرغزستان، پاکستان و تاجیکستان نیز شرکت کردند. برخی استادان دانشگاه عملی شدن پروژه های منطقه‌ای را در بعد اقتصادی و امنیتی به سود افغانستان می دانند. باز هم تمیم شهیر. نشست سران کشورهای پروژه کاسا 1000 در دوشنبه تاجیکستان. هر 4 کشور افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان و پاکستان در این نشست شرکت دارند. افغانستان از رهگذر انتقال برق سالانه 65 میلیون دلار به دست خواهد آورد. ریاست جمهوری در توییترش نگاشته که رئیس جمهور در این نشست گفته است
افغانستان تلاش زیاد کرده تا کاسای گذار از یک مفکوره به پروژه تبدیل شود. دا پروژه به افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د تاجکستان، قزاقستان او پاکستان مشرانو لخوا پرانستل کیږي. پروژه کاسای گذار $1 میلیارد هزینه میبرد که نزدیک به نیمان از سوی بانک جهانی پرداخته خواهد شد. برخی استادان دانشگاه عملی شدن پروژه های منطقه‌ای به ویژه کاسای گذار را در تامین صلح و ثبات افغانستان مهم می دانند. وابستگی اقتصادی ایجاد شده، طبیعتاً وابستگی امنیتی هم ایجاد می شه که این روند مثبت است. ما در مناطق مثل اروپای تجربه داریم، در جنوب شرق آسیا داریم چنین تجربه هایی و طبیعتاً می تونه در جنوب آسیا ما بین ما و همسایگان هم چنین اتفاق بیفته. نزدیک به 11 سال پیش پروژه کاسای گذار در نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای پیشکش شد و انتظار می رود کار آن تا سال 2018 به پایان برسد. در این حال رئیس جمهور غنی و نواز شریف در حاشیه نشست سران کشورهای پروژه کاسای 1000 امروز در تاجیکستان با هم دیدار و گفتگو می کنند. در این دیدار روی نهایی سازی توافقات اخیر کابل و اسلام آباد درباره راه اندازی عملیات مشترک نظامی در دو سوی خط دیورن بحث و گفتگو می شود. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. نشست های اقتصادی منطقه‌ای حاشیه های سیاسی داغ‌تر از متن برای افغانستان. فصل تازه روابط کابل و اسلام آباد یک ماه پیشتر در حاشیه 17 نشست شانگهای با پادرمیونی چین از دیدار رئیس جمهور غنی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان در قزاقستان آغاز شد. اکنون یک ماه بعدتر رهبران دو کشور در حاشیه یک نشست اقتصادی دیگر در تاجیکستان توافقات را که خیلی سریع در جریان یک ماه صورت گرفته نهایی خواهند کرد. هر دو کشور از پروسه کابل افغانستان حمایت اعلان کردن ضمن استراتژی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم در منطقه از همکاری های خود و تعهد دادند. توافقات اخیر میان افغانستان و پاکستان با پادرمیانی کشورهای چین و امریکا برای خیلی ها تعجب کننده به نظر می رسد. این توافقات خیلی سریع صورت گرفت و حتی در برگرنده راه اندازی عملیات مشترک نظامی در دو سوی خط دیورند است. هرچند هنوز مکانیزم این عملیات مشترک خیلی روشن نیست. نه تنها که جالب هست بلکه مسخره هم هست. دو کشوری که با هم دشمن باشه، متخاصم باشه، چطور میتونه که عملیات مشترک اجرا کنه؟ معنای عملیات مشترک میفهمن یا نمیفهمن؟ عملیات مشترک وقتی اجرا میشه که یک قماندانی مشترک به وجود میه و رهبری از اون قماندانی کشوری میتونه که دارای قدرت باشه. باورها بر این هستند که پاکستان با راه اندازی یک بازی تازه توانسته بار دیگر دولت مردان افغانستان را فریب بدهد و نزد جامعه جهانی هم اعتماد کسب کند. اجرای عملیات مشترک مستلزم یا ضرورت به اطلاعات تبادل اطلاعات دارد. ما نمیتونیم با سازمان استخبارات پاکستان در ارتباط سازمان‌های ایراس افغان از جمله طالبان و شبکه قانی اعتماد کنیم. این عملیات بیشتر میتونه منافع پاکستان را تامین بکنه و مخالفین افغانستان اکثرا در کلان شهرهای پاکستان هستند، نه در نوار مرزی. کابل و اسلام آباد در روزهای آینده گواه رفت و آمد هیئت بلندپایه دو طرف خواهد بود. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان به خاطر ایجاد کمیسیون عملیات‌های مشترک نظامی به کابل می آید. به دنبال آن مشاور امنیت ملی افغانستان به پاکستان خواهد رفت. تا هنوز باورها این بودند که در این چنین بازی ها و رفت و آمد ها در گذشته حرف آخر را پاکستان گفته و برنده اصلی نظامیان پاکستانی بودند. هرچند اکنون دولت افغانستان نظارت امریکا و چین را برگ برنده اش در توافقات اخیر می داند. گفته های اخیر رئیس جمهور ایران درباره ایجاد بندهای آب کجکی، سلما و کمال خان واکنش های گسترده را در افغانستان به همراه شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از رئیس جمهور ایران می خواهد تا درباره این گفته هایش وضاحت دهد. همزمان نهاد مدنی جوانان تاکید دارد که این گفته های رئیس جمهور ایران مداخله آشکار در امور افغانستان است. آبهای افغانستان جنجال میان کابل و تهران. حکومت افغانستان در سالهای اخیر تلاشهایی را برای کنترل آبهای حوزه غرب کشور آغاز کرده است.
بند سلما در غرب کشور که کار آن در حال تکمیل شدن است، ظاهراً ایران را بیشتر عصبانی کرده است. چنان که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همین هفته اعلام کرد از ایجاد این بندهای آب نگران است. چیزی که حالا واکنش‌های گسترده‌ای را در کشور به همراه شده است. اینجا گلبدین حکمتیار میگوید باید آقای روحانی در مورد این گفته هایش وضاحت دهد. از موج په کورنیو چارو کې د مداخله حق ځانته ورکړي. د اوبو د ویش مسله یو موضوع ده، یو معضله ده. دا باید په سیاسي مذاکراتو سره حل شي. اما همه واکنش ها به این گفته ها خلاصه نمی شوند. این طرف فعالان جامعه مدنی نیز این گفته های رئیس جمهور ایران را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان میگویند. د حسن روحانی ورسته غیر مسولانه څرګندونه چې د افغانستان او بو مهارولو او بندونو جوړولو د نزغم په خاطر وکړي پکله کټکو غندو. د ایران ورسمشر حسن روحانی باید خپل خبرې بیرته واخلي او په رسمي بڼه د افغانانو څخه بخښنه وغواړي. ایران باید نور د افغانستان کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر شي. این فعالان جامعه مدنی ایران را به همکاری با مخالفان مسلح دولت و نیز سپوتاژ پروژه های بزرگ ملی از جمله ساخت بندهای سلما و کمال خان متهم می سازند. ایران دیر پا پتت ہوگا طالبان تا وسیلی ورکی مخالفین تنبیلی دو دی اهداف هم داو او زمان دری سلور بندون چه پا دی غرب که تر کار لاندی دی او یک کمی بشپل شوی دی منګ د دې شاهد چې څومره زمونږ انجینران زمونږ مسلکي کادرونه زمونږ ولسونه د دې اوبو قرباني کړی ایران. افغانستان سالانه 70 میلیارد متر مکعب آب تولید می کند، اما بخش زیادی از این آبهای افغانستان بدون استفاده به کشورهای همسایه سرازیر می شود. ریاست جمهوری کمیسیون را نیز توظیف کرده است تا با مقام های ایرانی روی مشکل آبهای افغانستان به توافق برسد، اما تأکید کرده است که سند اصلی مورد بحث در مسئله آبها همان سندی است که موسی شفیق با مقام های ایرانی امضا کرده است. در بیرون از افغانستان همچنان آمریکا با هر گونه تهدید از سوی کره شمالی با قدرت برخورد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن اقدامهای جدیتری را در برابر کره شمالی روی دست دارد. بیشتر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بود اگر واشنگتن مجبور شود بر ضد کره شمالی با گزینه نظامی برخورد میکند. ظاهراً خودسری‌های رهبران جوان کره شمالی آمریکا و برخی کشورهای جهان را سخت نگران ساخته است. یک روز از آزمایش موفقانه موشک بالستیک قاره‌پیمای کره، دونالد ترامپ هشدار می‌دهد که واشنگتن در برابر تحرک‌های کره شمالی اقدام‌های بسیار جدی را در نظر دارد. من فکر می‌کنم باید در هفته‌ها و یا ماه‌های آینده تحرکات در کره شمالی را با دقت زیر نظر داشته باشیم. اما مسیری را که پیونگ‌یانگ روی دست گرفته خیلی زیاد خطرناک، اما در عین حال شرم‌آور است. باید اقدام‌های در برابر این کشور روی دست گرفته شود و کشورهای جهان باید به پیونگ‌یانگ نشان دهند که برنامه‌های موشکی و هسته‌ای‌اش پیامدهای بدنبال خواهد داشت. بیشتر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر واشنگتن مجبور شود از گزینه نظامی بر ضد کره شمالی استفاده خواهد کرد. خانم هیلی که در نشست اضطراری شورای امنیت صحبت می کرد، با هشدار به چین و کشورهایی که با پیونگ‌یانگ مناسبات اقتصادی دارند به قطع روابط تجاری با آمریکا تهدید کرده است. آزمایش جدید موشکی کره شمالی و مسیری که پیونگ‌یانگ در پیش گرفته راه حل‌های دیپلماتیک را محدودتر کرده است. بنابراین آمریکا برای دفاع از خود و متحدانش همه گزینه‌ها از جمله عملیات نظامی را در نظر دارد و اگر مجبور شود از عملیات نظامی برای متوقف کردن پیونگ‌یانگ استفاده خواهد کرد. اما به نظر می رسد که خودسری های رهبران جوان کره شمالی بار دیگر روسیه و آمریکا را در برابر هم قرار داده است.
مثلا سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده هر گونه اقدام نظامی بر ضد پیونگیانگ برای مسکو قابل پذیرش نیست. برای روسیه آشکار است که هر گونه تلاش برای توجیه توسل به زور نظامی با استناد به مصوبات شورای امنیت در مورد کره شمالی برای مسکو غیر قابل قبول است و می تواند به عواقب پیش بینی نشده در منطقه واقع در مرزهای روسیه و چین منجر گردد. از سوی همچین که دارای روابط گسترده تجاری با کره شمالی است در کنار مسکو ایستاده و اعلام کرده که با هر گونه اقدام نظامی علیه کره شمالی مخالف است. چین همه طرفای دخیل در مسئله شبه جزیره کره را به آرامش فرا می‌خواند و گفتگو و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز را بهترین شیوه حل مشکل پیش رو می‌داند. بنابراین ما مخالف هر گونه اقدام نظامی در این راستا هستیم. این اظهارات یک روز پس از آزمایش موشک جدید بالستیک کره شمالی بیان می شود که کارشناسان نظامی آمریکا قابلیت قاره پیما بودن این را تایید کردند و گفتند اکنون موشک های کره شمالی می تواند ایالت های آلاسکا و احتمالاً هاوایی را هدف قرار دهد. و در یک خبر داخلی دیگر، گلبدین حکمتیار از ائتلاف کنندگان سه حزب به رهبری صلاح الدین ربانی، جنرال دوستم و محمد محقق می‌خواهد که به اجماع حزب‌های حزب اسلامی بپیوندند. گلبدین حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل به